بیننده عزیزی از تاجیکستان نوشتن که چهار شماره آخرشان 5143 که بعضی از جوانها هستند وقتی با هم می نشینن فوشهای خیلی رکیک میگن، مزاهای خیلی بد میکنن، کلمات به صورت تاجیکستان حقارت های زشت میکنن، و اینها رو یک نصیحتی بکنید که از این اعمال دست بکشن. ببینید، متاسفانه این در خیلی جاها، در خیلی کشورها ما این مشکل رو داریم. حتی در افغانستان هست، در ایران هست و در تاجیکستان هم متاسفانه هست. دوستا با هم میشینن مزاح میکنن، خیلی در وسایل پیش پا افتاده، مثلا حتی فوشهای ناموسی به هم دیگه میدن، فوشهایی به مادر و به مادر بزرگ و حتی در اصطلاح افغانستان بی بی و به اصطلاح اینها کلمات زشت ناموسی استفاده میکنن در فوشهای خودشون. اینها جایز نیست. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که لا يحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله سبحانه و تعالی به اصطلاح بدزبانی، سخن بد زدن، فوش دادن، خواستن در جمع مردم رو دوست ندارد، مگر کسی که سر او ظلم شده باشد. کسی به کسی ظلم شده، خلاص هر چی از دهنش میاد میگه، این انسان رو الله سبحانه و تعالی مؤاخذه نمیکنه، چون مورد ظلم و ستم قرار گرفته. اما ای کسی که بخواد به شوخی و با تمسخر و در جمع دوستان و یا کوچکترین مشکل پیش میاد طرف فوش ناموسی به هم دیگر میدن، اینها خیلی اعمال زشتی است که باید از او دوری بکنن. علما در تفسیر لا یحب الله جهر بالسوء میفرمایند که مانند فوش دادن، ناسزا گفتن، دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن، خبرچینی کردن، بدزبانی، همه اینها شامل این به اصطلاح آیه میشه که الله سبحانه و تعالی از او ما رو منع کرده. حتی کسی که برای ظلمی صورت گرفته باشه، الله متعال میفرماید که فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اگر در این حالت هم کسی که به ظلم شده باشه، اگر که ببخشه، بخشیدنی که سبب صلح بشه، نه اینکه یک انسان جبار متکبر بیاد به شما توهین بکنه، اهانت بکنه، شما اصلا جوابش رو نده، بگو فمن عفا و اصلح. نه، عفوی که سبب اصلاح طرف بشه، نه عفوی که سبب خودخواهی و جبروت و ظلم بیشترش بشه. یه کسی داره ظلم میکنه به شما، شما نه و من بخشیدمش، و این بخشیدن تو سبب بشه که فردا بره به کس دیگری ظلم بکنه، نه، اینجا این کار گناه هست، اینجا انسان ثواب نمیبره. بخششی که فمن عفا و اصلح، بخششی که سبب اصلاح طرف بشه، سبب بازگشتش بشه از آن اعمال زشتی که انجام میده. همچنین خیلی از این کلماتی که اینها استفاده میکنن، فحشای رکیک ناموسی که استفاده میکنن، منتهای بی‌حیایی است. یعنی حتی شرمگاه مادر و مادر بزرگ طرف رو به زبانش میگیره به خاطر حالا شوخی، مزاق یا دعوایی که صورت گرفته بینشون. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین که الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است، و الایمان فی الجنه، و ایمان کسی که ایمان داره در جنت است، یعنی کسی که با حیا هست در جنت است، و البداء من الجفا، و بد زبانی که است از ستمکاری و جفاکاری است، و الجفاء فی النار، انسان ستمکار، انسان جفاکار جایش کجا هست؟ جهنم است. این حدیث صحیح است که در ترمیزی روایت شده است. در حدیث دیگری معاذ رضی الله تعالی عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که یا نبی الله و اینا لمؤاخذون بما نتکلم به. یا رسول الله، آیا ما حرف هایی که می زنیم به خاطر این حرف ها ما بازخواست می شیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن جان مرگ شوی ای معاذ. این یعنی سکلت که امو، که من اینطوری تفسیرش می کنم، ترجمهش می کنم، چون اصطلاحی است که ما در بین فارسی زبان ها داریم، میگن جوان مرگ شوی یا جان مرگ شوی. این یک نوع به اصطلاح توبیخ با لطف است، یعنی بددعا نیست، یعنی اگر تو این چیز را نفهمی این گونه شوی. هل یکب الناس فی النار علی وجوههم او علی مناخرهم
الا حسائد السنتهم. ای معاذ، خدا تو را هدایت بکنه. ببین، آیا مگر انسان را به صورتش به آتش جهنم میندازه یا به پشتش به آتش جهنم میندازه غیر از این زبانش چیزی دیگری هست؟ این زبانش است که انسان را به جهنم میندازه. کفر میورزه با این زبان، نفاق میورزه با این زبان، غیبت میکنه با این زبان، فحش میده با این زبان، هر عمل زشتی که انجام میده سرآغازش از این زبان هست. پس رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که انسان ها رو که در آتش جهنم به رویشان و به پشتشان میندازه چی است؟ نتیجه حاصل زبانشان هست. و اینم در ترمیزی روایت شده است و امام آلبانی رحمت الله علیه این رو جزء احادیث صحیح آوردن. همچنین یکی از خصائل منافقین است بدزبانی. الحیاء شعبه من الایمان، حیا شعبه ای از ایمان است. و البداء شعبه من النفاق، او كما قال صلی الله علیه و سلم، بدزبانی شعبه ای از نفاق است، که اینم حدیث صحیح است در ترمذی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند در بخاری و مسلم، حدیث متفق علیه است، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. فوش دادن به یک مسلمان فسق است و جنگ کردن با یک مسلمان چی است؟ کفر است. البته ببینید، این فسق و کفری که ذکر میشه در صورتی که بدون سبب و بدون دلیل باشه، که این بحث مفصلی است. در بخاری از ابی ذر رضی الله تعالی عنه روایت است که میفهمد که سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفر الا ارتدت علی ان لم یکن صاحبه کذلک. مثلا کسی رو بگه یا کافر، کسی رو بگی مثلا ای زانی، ای دوز، اگر طرف این صفات در او باشد اوکی، اگر نباشد برمیگرده به خودش. و همچنین از جمله گناهان کبیره این است که ما کسی رو، تهمتی رو، فسقی، فجوری رو به او نسبت بدیم، فوش و ناسزایی به او بگیم که در او نباشد. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما عظیما. در سوره احزاب آیه 58، کسانی که مؤمنین و مؤمنات را اذیت میکنند با زبانهایشان، به اونها نسبتهایی میدن که در اونها نیست، اعمالی رو به اونها نسبت میدن که در اونها نیست، اینها بهتان و گناه بزرگی رو، گناه آشکاری رو به دست آوردن. نووی رحمت الله می فرماید که فحش دادن یک مسلمان به غیر حق حرام است به اجماع همه علمای امت. کسی که این عمل را انجام بدهد انسان فاسق است، کما اخبر به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. امام ابن حجر رحمت الله علیه در گناهان، در کتاب کبائر، در گناه کبیره 89 و 91 و 211 میگویند که فحش دادن به مسلمان و زبان درازی کردن به ناموس و شرفش، یعنی به دخترش، به مادرش، به همسرش، این چی است؟ از جمله گناهان کبیر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح در سنن ابی داود میفرمایند که لیس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذی. مؤمن، انسان مؤمن، طعنه زننده نیست، لعنت کننده نیست، فحش دهنده نیست، یعنی آدم فحشکار نیست و آدم بدزبان نیست.
و در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که 4 صفت است، اگر در کسی باشد این انسان منافق خالص است. 4 من کن فیه کان منافقا خالصا، من کانت فیه خصله منهن کانت فیه خصله من النفاق. اگر کسی یکی از این صفات داشته باشه، یکی از صفات منافقی ندارد، اگر 4شو داشت که منافق خالص است. اذا اعتمن خان، امانتی به او سپردید، به امانت خیانت میکند. و اذا حدث کذب، اگر صحبت میکنه دروغ میگه. و اذا عهد غدر، عهد میبنده، پیمان میبنده، بعد میره خیانت میکنه. و اذا خاصم فجر، با کسی اگر دعوا شد، دشمنی کرد، بعد شروع میکنه به چی؟ به فسق و فجور. به طور مثال طرف با دوستش دعوا شده سر تجارت، آقا مغازه‌ای داشتن، شریک بودن، با هم دیگه جور نیامدن، از هم جدا شدن. دخترش رو خواستگاری کرد، بهش نداد، به پسرش نداد، مثلا به بهش نداد. خب خلاص قضیه تموم شد. انسان منافق به چی کار میکنه؟ وقتی که اون مرادش حاصل نشد، شروع میکنه حالا بابا این طرف خیلی آدم بدی است، آدم فاسقی است، دخترش اینطوریه، مالش اینطوریه، خونش اینطوریه، زنش اینطوریه، شروع میکنه به چی؟ به بدگویی طرف. این یک از صفات منافقین است. مادامی که نشد نشد، تمام شد، رفت، بعد دوستی بسته بشه. چرا میاد بدگویی میکنه؟ چرا میاد موضوعات دیگری رو که اصلا ربطی به این قضیه نداره به خاطر طعن زدن در طرف وارد میکنه؟ این از صفات منافقین است که دوستان باید از اون دوری بکنن.